زبان‌های پارسی، انگلیسی و فرانسوی که شامل بیش از 7000 ساعت برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی و هزاران هزار برگ کتاب و نوشته روشنگر و خردگرام می‌باشد و طی 30 سال گذشته مسیر اندیشه مردم و اندیشمندان سرزمین اهورایی ما را دیگرگون ساخته است را بخوانید و به دیگران هدیه کنید. پرشیا 7000 years of civilization. مهربانیان گرامی، آیا شناسنامه پر افتخار خود را در جیب دارید؟ سالنامه 7000 ساله آریای میترایی سند پر افتخار ما در سر و سر جهان. سنیور سوله، سنیور شده، سنیور بیت، سنیور بوده، سنیور مریاد. برای جاودان نمودن جشن‌های عروسی خود و فرزندانتان از اسناد بسیار زیبا و نفیس و شیوای پیمان نامه پیوند زناشویی به سبک آریایی، اثر سیاوش اوستا به زبانهای پارسی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی بهره ببرید و هر کجای جهان که هستید برای انجام مراسم از استاد سیاوش اوستا دعوت کنید. پیوند زناشویی به سبک آریایی، پاسداشت زن و تاریخ و تمدن کهنسال ایران است. ز پندار و گفتار و کردار نیک، ز پندار و گفتار و کردار نیک، فریدون فرخ فرهمند شد. خرد پیشگان نیز از راه او برفتند تا دیو در بند شد. از این سه بجو راه جنات عدن، رهی که از عدن تا خداوند شد. با درود فراوان و مهر بسیار به مهربان یاران گرامی در سراسر جهان اهورایی، امیدوارم هر کجا هستید شاد و خوش و پیروز باشید. در این روز تعطیلی فرانسه بایی که آدینه است، ناهیچید جمعه است، ولی 11/11/11 است. فرانسه هم روز تعطیلیه به خاطر جنگ جهانی اول، آتش بس که شده در اون سالها. فرانسه هر روز جشن میگیره. شانزلیزه ما امروز بسته بود و به خاطر اینکه رژه میرفتن، ولی من هم باید میرفتم استودیو تلویزیون العربیه، هم میومدم اینجا. برای راه وا شده رسیدیم، در خدمتتون هستم. اجازه بدید از سامان عزیزم، کارگردان برنامه در لس آنجلس، سپاسگزاری بکنم و همچنین از مهندس امیر شهرتی. مهندس سامان و مهندس امیر شهرتی در استودیو تلویزیون پارس هستن از لس آنجلس. سر صبح ساعت 6:30 بامداد این برنامه میریم و همکاران نازنین و مهربان بنده در پاریس، عروس شهرهای جهان، در 66 خیابان شانزلیزه، در یه زیرزمین استودیو العربیه در طبقه ششم بود، پشت سرمون برج ایفل. ما هم پشت سرمون برج ایفل داریم، ولی در زیرزمینی در 66 شانزلیزه با شما هستیم. وقت زیادی هم نداریم عزیزان من، میدونید که چون شما ها دلتون میخواست که برنامه های ما جمعه ها باشه، به ویژه مهربان یارامون در داخل ایران، منم از مهندس شجری خواهش کرده بودم، دوست نازنینم مهندس امیر شجری اینو به جمعه ها انداخت، ولی با اومدن دوست عزیزم مهرآفرین که میدونید پیش از من برنامه داره و آقای وارث بعد از بنده و اینها، قرار شده که برنامه رو کمتر از نیم ساعت، یک ساعت بریم. بعد مهندس شجره وعده داده که سه بار در هفته باز پخش میشه. خواهش می‌کنم، کنترل میکنیم سه بار در هفته باز پخش میشه و از این بعد تایم کمتری در خدمتتون هستیم، ولی روزهای جمعه در خونه شما هستیم. خواهش می‌کنم یادداشت کنیم با آقای همان برسون. دوستان عزیزم که روی اینترنت ما رو می‌بینید و روی فیسبوک، اینترنت و فیسبوک ما رو می‌تونید ببینید، mehrtv.com در سراسر جهان. و یادتون نره 24 ساعت هر کجا هستید با تلفن‌های دستیتون برنامه لایو ما رو، آرشیو ما رو و حدود 10 تا کانال تلویزیونی ما رو از طریق اینترنت می‌تونید ببینید با زدن mehrtv.com. امروز عزیزان من همونطور که عرض کردم خدمتتون 11/11 من سامان جون یه ثانیه به این دوربین فیسبوک نگاه می‌کردم و به دوربین اینترنتمون که این دوستانم بدونن اگر من اینجا نگاه می‌کنم، به خاطر اینکه این دوربین تلویزیون پارس، این سامان خوشتیپ اونجاست، اینم اینا یاران بدونن که
هواشونو داریم ثانیه‌ای چند ثانیه. عزیزان من یادتونه امروز 11/11/11 است به تاریخ زایشی. تاریخ زایشی یعنی چی؟ یعنی تاریخ میلادی. شماره خیلی قشنگیه. میگفتن هر کی دلش می‌خواد عروس بشه امروز بشه، دوماد بشه. بچه‌هاتون امروز برین شناسنامه بگیرین، اونایی که تو غربن البته. و تاریخ قشنگیه. من خیلی دوست دارم وقتی 888 بود، 999 بود، 10/10/10 بود، حالا شده 11/11/11، 3/11 خیلی کم پیش میاد عزیزان من. عزیزان من پرسشی که همه شما مطرح میکنید که سهلی تمام جهان داره مطرحش میکنه، تمام جهان در بیم و حراس هستن و از این میترسن که آیا چی میشه، آیا ایران هم جنگ میشه، ایران هم بهش حمله میکنن یا نه. این موضوع بحث و برنامه امروز من هست. خواهش میکنم با ما باشید، جایی نرید. میخوام یک سری اطلاعات بسیار دقیقی رو یک بار دیگه بهتون بدم، اطلاعاتی که نداریم. خیلی از سران نظام ها، مرکز های اطلاعاتی دنیا، رسانه ها شاید نداشته باشن. پیش از اینکه خدمت شما برسم رفته بودیم به العربیه با من مصاحبه میکرد، عرض کردم خدمتتون 8 دقیقه روی ایر بودیم. این خانم نجرا که برنامه رو میساخت گفت تو این 8 دقیقه بابا قد 8 سال اطلاعات دادی. حالا خلاصه این اطلاعات همونده که مهندس شجری میگه تایم مهم نیست، این کیفیت و کمیت و اینکه چه اندازه داده بشه پیام و مطلب و سخنی که مفید باشه برای شما، اونش مهمه. عزیزان من میدونید که هفته گذشته اشکالات و درگیری‌های زیادی این ور اون ور دنیا پیش اومد، از جمله مسئله حمله به ایران. میدونید که جهان، یادتون نره بارها بهتون گفتم، تصمیم گرفت که با کمربند سبز اتحاد جماهیر شوروی رو نابود کنه و بعد از نابودی اون با اسلام منطقه رو بگیره و خودش حاضر بشه با سر چاهای نفتی که در خاورمیانه و آفریقا هست. این کار تا حالا موفق بودن. یک دو سه تا کشور خیلی همینطوری مونده که هنوز خودشون نتونستن تمام دستشون بگیرن، یکی عربستان سعودیه و یکی ایرانه. این دو تا کشور را هنوز تسلط کامل بهش پیدا نکردن که کنترل نفتشو به عهده بگیرن. یه بازی که 30 ساله در آوردن، 20 سال خورده است، بازی انرژی اتمی یا بمب اتم ایران هست. با این بهانه و بازی دارن سر ما رو هی شیره میمالن که این رژیم جمهوری اسلامی رو در ایران نگهش دارن، وگرنه این یه بازی بیش نیست. امروز در این مورد صحبت میکنیم که آیا واقعا اسرائیل به ایران حمله میکنه، اصلا میتونه اسرائیل به ایران حمله بکنه یا نه. این پرسش بسیار مهمی است. یادتون نره که ملت ایران همه ضد جنگ هستن، از مخالفین نظام جمهوری اسلامی تا موافقینشون همه مخالف جنگ هستن، کسی خواهان جنگ نیست. حتی شاهزاده رضا پهلوی عزیزم پریروز بیانیه صادر کرد و گفت که مخالف زدن ایران است. و همچنین که من چند دقیقه پیش روی العربیه گفتم، این زدن ایران حتی یک دونه از پایگاه‌های نظامی شو، چون اینا که نمیرن مثل لیبی بزنن، که مثل لیبی رفتن بمبار رو سر خانواده قذافی ریختن، اینا که ایران که این کارو نمیکنن، اینا میخوان برن پایگاه اقتصادی ایران رو بزنن. پایگاه اقتصادی ایران یعنی زدن جیب ملت ایران، و همین خاطر ملت ایران باش مخالفه. بزرگترین و محبوبترین رهبر اپوزیسیونی که الان ما داریم رضا پهلوی شهبانو فرای پهلوی است. حالا چه موافق باشیم چه مخالف باشه، کسایی چه بگن آقا ما هوادار پادشاهی هستیم نیستیم، رضا پهلوی و شهبانو فرای پهلوی به عنوان نمایندگان بخش عظیم از ملت ایران اعلام کردن که از قدیم اعلام کردن که مخالف زدن ایران هستن، چون زدن ایران همانا و یک جنگ و درگیری جهانی به وجود آمدن همانا. این جنگ و درگیری جهانی رو امروز میخوام بگم بهتون چرا. در ایران یک سازمان تشکیلاتی است که من تا حالا 4-5 مورد دربارش مقاله نوشتم. آخرین مطلب من هفته گذشته در مجله فردوسی در همین رابطه بود. بعد دیدم سایت های بسیاری منعکس کردن و از شخصیتی من حرف زدم که اومد حتی سازمان چه امریکا، حتی سازمان اطلاعاتی اروپا در موردش صحبت کردن. یهو اومد رو کسی به نام قاسم سلیمانی. قاسم سلیمانی الان فرمانده سپاه قدس هست. این فرد کیست؟ سامان عزیز فیلم کوتاهی داره 2-3 دقیقه. این رو ما میبینیم از دیروز تا به امروز آقای قاسم سلیمانی که امروز رهبری میکنه ارتش قدس رو، لشکر قدس رو، جیش القدس رو کیست؟ ایشون 2 ماه از من کوچکتره از نظر سنی، 2 ماه از من کوچکتره و از جوانی هم رفته به جبهه های جنگ از کرمان. فیلم کوتاه رو ببینید، ببینید که این آدم، سامان عزیز از آن فیلم برای ما میذاره، من سعی میکنم روش صحبت نکنم تا با شخصیت این آدم، میدونید دیدن یک آدم رو هر چند عکس باشه یا ویدیو به ما کمک میکنه که بهتر بتونیم روش صحبت کنیم و آنالیز بدیم. فیلمشو میبینیم با هم؟
روز سوم بود، خیلی روز سختی بود. عرض کنم خدمتتون که استاد ایشون بوده، در این مورد با هم صحبت میکنم. و یک پاتک بسیار سنگین و مداومی از صبح زود شروع کردن تا تقریبا ساعتهای 2-3 بود که دیگه داشتن خطوط ما رو تصرف میکردن. بخشی از خط رو گرفته بودن، به بخشی از خطوط چسبیده بودن عراقی ها. کمرهای من تا شده خدایا، چگونه می توانم مظلومیت حاج علی محمدی یک نقطه، یک کلمه ضعفی بر زبان جاری بکنی، یک کلمه نبود فی این تاریخایی که چه مسلمان چه غیر مسلمان نوشتن، چه شیعه نوشته چه سنی نوشته، یک کلمه پیدا بکنه. یکی از اصحاب امام حسین گفت که یا الله عبدالله زخمه ها این کار میکنن، یک آخ بگه یا یک وضعیت جنجالی بکنه. این چهار شهید ما حمزه ای داریم که به منزله حمزه سید الشهدا که در جنگ احد پیامبر اکرم فرمود حمزه گریه کننده ای ندارد. مادر هندوزاده محمد رسول اللهی ما مادر ندارد. مردم کرمان، مردم شهید پرور کرمان، غیرت مندان کرمان، جوانان کرمان، مخلصین رفتن، غیرت مندان رفتن، عاشقان رفتن، عرفا رفتن، علمداران لشکر سار الله رفتن و اونها با خونشون، با گذشتشون، با ایثارشون این گونه فداکاری کردند و این پیروزی. مهربان یاران، آقای قاسم سلیمانی که متولد 1336 شهریور ماه 1336 تازی هست، اهل کرمانه. خیلی جالبه بدونید که ایشون از بنایی، شغلش بنایی بود و پنجم ابتدایی رو هم خونده بود که از یکی از دهات کرمان، بافت کرمان، میاد به کرمان برای اینکه تأمین زندگیشو بکنه، چون پدرش بدهی بالا آورده بود و به دولت بدهکار شده بود، مشکل داشت. این جوان میاد کرمان که در کرمان کار بکنه و به خانوادش کمک کنه. شغل اولیش بنایی است. بعد در رابطه با این بنایی وارد سازمان آب کرمان میشه پیش از انقلاب و در سازمان آب کرمان مشغول به کار میشه. اون موقع سید علی خامنه‌ای 5 بچه طلبه داشت، 5 آخوند بودن که این 5 آخوند از مریدای سرسختش بودن. یکیشون اسمش بود آقای حسین غزالی. حسین غزالی الان رئیس و صاحب روزنامه خراسان در مشهد. یکی دیگه بود حبیب الله آشوری، اعدامش کردن، کشته شد به عنوان ملحد. یکی دیگه بود موسوی قوچانی، اونم پرپر شد، تکه تکه شد و عرض کنم خدمتتون در جنگ ایران عراق کشته شد. یه جوان سید دیگه بود که این شبیه خود خامنه ای بود به نام رضا کامیاب. رضا کامیاب اهل گناباد بود ولی هیچ نسبت فامیلی با سید علی خامنه ای نداشت. این آقای رضا کامیاب در مشهد از شاگرده علی خامنه ای بود، 10 از علی خامنه ای کوچکتر بود. علی خامنه ای در زمان محمد رضا شاه ماموریت میداد بین آدماش که برن در شهرهای مختلف سخنرانی بکنن در ماهای محرم و صفر و رمضان. ایشون وقتی میره به کرمان، 1 مونده به پیروزی انقلاب سیاه اسلامی در ایران، 1 مونده به پیروزیش، رضا کامیاب میره کرمان سخنرانی بکنه. سخنرانیش تند میشه علیه نظام پادشاهی، تحت تعقیب قرار میگیره، مجبور میشن اینو فراری بدن از کرمان که پلیس و ساواک نگیردش. همین آقای قاسم سلیمانی اون موقع یک جوان 20 ساله
مسئولیت پیدا میکنه که رضا کامیابی که مرید رضا کامیاب بوده، این آخوند و جوان بچه طلبه رو از کرمان خارجش کنه. این آقای قاسم سلیمانی که میبینید در جوانیش از 22 سالگیش در جبهه جنگ عکس منحصر به فردیست، کامیاب رو میگیره میبره قزوین، در قزوین پنهانش کنن، بعد میره تهران، از تهران اومد مشهد. وقتی اومد مشهد من یادمه رضا کامیاب یه جوری بچه رو معرفی میکرد به عنوان یک چریک درجه یک مثل چگوانا نامی، حتی به خامنه‌ای سفارش کرد و از اونجا پیوندی با خامنه‌ای محکم شد. بعدم که دیگه جنگ ایران عراق شد مأموریت پیدا کرد از طرف خامنه‌ای که یک ارتش، یک لشکر از کرمان درست بکنه ببری جنگ. اگر شما نام لشکر 41 سارالله رو شنیده باشید، یک لشکر بسیار بزرگی رو هم قاسم سلیمانی تشکیلش داد، رفت به جنگ ایران عراق و در جنگ ایران عراق مشارکت کرد، رابطش با خامنه‌ای تنگاتنگ شد. قاسم سلیمانی، محسن رضایی و رحیم صفوی سه تا یار غار بودن در جبهه ها، دو تاشون با هاشمی رفسنجانی پیوستن، آقای محسن رضایی و رحیم صفوی، ولی قاسم سلیمانی به خامنه‌ای وفادار موند و از سال 2000 وقتی که درگیری ها شدت پیدا کرد، ایشون تا قبل از اون مأموریت‌های بزرگی در سیستان و بلوچستان و کرمان به عنوان یکی از فرماندهان سپاه مبارزه با قاچاق و مواد مخدر انجام داده بود. اون مانور کذایی رو در مرز افغانستان پس از اینکه زدن دیپلمات‌های ایرانی رو طالبان در افغانستان کشتن، اگه یادتون باشه اونجا یه مانور بزرگ نظامی ایران انجام داد، 200,000 نفر رو بسیج کرد، فرماندهش با قاسم سلیمانی بود. از اونجا که مانور داد قاسم سلیمانی چه کار کرد؟ رفت از طریق افغانستان مانور رو داد، ولی رفت از طریق تاجیکستان با حمایت احمدشاه مسعود و با حمایت سازمان سیای آمریکا و خود آمریکا و جورج بوش حمله به افغانستان رو سازماندهی کردن. آقای دیوید پتراوس یکی از جنرال های برجسته دولت آمریکاست. ایشون از جنگ بوسنی فرمانده ناتو بوده تا جنگ عراق. آقای دیوید پتراوس که میبینینش امروز رئیس سازمان سیای امریکاست. ایشون امروز رئیس سازمان سیای امریکاست و ایشون قاسم سلیمانی رو خیلی خوب میشناستش، چون اینجا از جنگ بوسنی تا جنگ افغانستان، عراق و لبنان با هم کار کردن و حتی آزادی اخیر گیلاد شهید اسیر اسرائیلی در دست نیروهای حزب الله و ارتش قدس با دست قاسم سلیمانی آزاد شد و اون معامله شد. درست از طریق حماس شد، قبلا میخواستن از طریق شیخ حسن نصرالله بکنن، ولی فرماندهی همه اینها با قاسم سلیمانی است. قاسم سلیمانی در سال 2000 سید علی خامنه‌ای به عنوان فرمانده سپاه قدس انتخابش کرد و کارت سفید داره. تنها کسی است که امریکایی‌ها میگن ما هرگاه خواستیم مذاکره کنیم با قاسم سلیمانی، قاسم سلیمانی تنها کسی است که باهاش میشینیم، هر چی بخوایم باهاش مطرح میکنیم، یا میگه آره یا میگه نه. ولی میگه تمامی دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از رفسنجانی گرفته تا خاتمی تا میرحسین موسوی که سابق بوده تا الان که احمدی نژاد هست، میگه ما وقتی میشینیم داریم مذاکره میکنیم، اینا هی میگن باید بعداً خبر بدیم، نمیتونیم چون بایستی برن تهران مشورت کنن با تلفنشون غیره. قاسم سلیمانی تنها کسی است که خامنه‌ای بهش کارت سفید داده، هر تصمیمی میتونه بگه. به خاطر همین در سرکوب طالبان در افغانستان بارها سیاوش اوستا بهتون گفته ولی شاید ندونید، سپاه قدس با آمریکایی‌ها در کنار آمریکایی‌ها بود. عراق رو در کنار آمریکایی‌ها صدام حسین رو سرنگون کرده و حتی مخفیگاه صدام حسین رو سپاه قدس از طریق کردها به آمریکایی‌ها معرفی کرد. در لیبی حالا بعداً صحبت می‌کنیم که در لیبی چه نقشی داشت سپاه قدس و حزب الله لبنان، در رابطه من مقاله نوشتم در فردوسی چاپ شده. حال امریکایی‌ها خیلی خوب سپاه قدس رو می‌شناسن، می‌دونن که اگه کوچکترین ضربه‌ای به ایران زده بشه، کوچکترین حمله‌ای به ایران بشه، سپاه قدس در خارج از کشور تواناست که عملیات رو بسیار مهمی انجام بده. یکی از اونها که برای تاریخ بشر بی سابقه بود واقعاً، ببینید اسرائیل با اون قدرت و عظمت و شوکتش در جنگ لبنان سال 2006 مجبور به آتش بس شد. فکر نکنین 4 تا حزب الله نه سید حسن نصرالله اونجا بودن، اونجا هم سپاه قدس بود. این رو خود قاسم سلیمانی و آقای دیوید پتراوس میگه چند سال پیش که ایشون میره، قاسم سلیمانی میره عراق، در منطقه سبز امنیتی عراق میره که
این جوان شورشی رو مقتدا صدر رو و جیش مهدی لشکر مهدی که امریکایی‌ها رو میکشت عراقی‌ها رو میکشت جیش مهدی مال مقتدا صدر میره اون رو آرام کنه چون امریکایی‌ها خودشون اعلام میکنن که ما دست پیرامن جمهوری اسلامی شدیم برای آرام کردن مقتدا صدر داشت سربازای ما رو میکشت اونجاست که قاسم سلیمانی وارد عراق میشه و میره با آقای دیوید پتراوس برای اولین بار برخورد میکنه بدونی که خودش نشون بده که کی هست معرفی نمیکنه که کیست تعویلش نمیگیرم فکر میکنه یه پاسداره قیافش هم که دیدین وقتی لباس نظامی تنش نیست مثل آدم همینجوری پاسدار یه جوری وقتی که میاد قاسم سلیمانی میبینه تعویلش نگرفتن اونطور که باید با هم مذاکره جدی انجام ندادن با دیوید پتراوس به نخست وزیر عراق میگه که آقا یک اس ام اس من میخوام برای این ژنرال امریکایی بفرستم تلفن بابا رو میگیره با تلفن یک اسمس 6 تا زبان 5 تا 6 تا زبانم قاسم سلیمانی که در زمان محمد رضا شاه 5 کلاس سواد داشته صحبت میکنه امروز یه پیغام میفرسته براش این پیغام خیلی مهمه سازمان سیای امریکا پیغام رو تایید کرده اینی که من دارم به شما میگم میگه آقای ژنرال دیوید پتراوس منو نشناختی من قاسم سلیمانی هستم فرمانده سپاه قدس من هستم که سیاست ایران رو در عراق افغانستان لبنان و در فلسطین تعیین میکنم اینو خودش اس ام اس میزنه سازمان چه امکان تاییدش کرده تا چند وقت دیگه طی اسنادی که اینا منتشر خواهند کرد خواهید دید که منتشر خواهد شد اونجاست که دیوید پتراوس که از بوسنی از جنگ بوسنی و یوگسلاوی چون اونجا هم سپاه قدس دست داشته با سپاه قدس و جمهوری اسلامی درگیری بوده داشته آشنایی داشته میشناخت اینا رو یهو میبینه چه آدمی رو دست داده باش برخورد رو در رو داشته نتونست اونایی که میخواد بهش برسه گزارش دیگه که من خوندم از دولت امریکا گفته میشه که اینا بعد از اون به دنبال این بودن که واقعا دوباره باهاش نشستی داشته باشن نشستایی با این صورت میگیره میدونید که همواره وقتی این گونه نشستا هست سعی میکنن که آدما رو به گونه‌ای به وارد کمپ خودشون بکنن قاسم سلیمانی وفادار میمونه به علی خامنه ای و وارد بازی ها نمیشه و امروزه که جریان این عربستان سعودی و سفیرش در امریکا اینا مطرح شد میدونید که حتی در کنگره امریکا بعضی از سناتورها که این رقابت های حکومتی در درونشون هست خواهان ترور قاسم سلیمانی شدن اینی که چندی پیش همه اعلام کردن حتی مقامات جمهوری اسلامی که ما اسنادی داریم از عملیات تروریستی که امریکا میخواد انجام بده امریکا نیست که میخواد انجام بده سازمان سیای امریکا نیروی اطلاعاتی امریکا یادتون نره من این را اینجا روی العربیه گفتم تاکید میکنم که زدن ایران رو با آغاز جنگ با ایران رو هیچ سازمان اطلاعاتی دنیا تایید نمیکنه از موساد گرفته تا سازمان سیای امریکا و تا دولت فرانسه جنگ با ایران رو و حتی زدن ایران هیچ کدوم از اینا تایید نمی‌کنن ولی شک نکنید آقای بنیامین نتانیاهو و محمود احمدی نژاد هر دوتاشون احتیاج به یک درگیری دارن چرا برای که آقای بنیامین نتانیاهو اگر یک بمب بندازه اینجا قهرمان محسوب میشه رأی میاره محمود احمدی نژاد در داخل ایران مشکل داره هر روزم به مشکلاتش داره اضافه میشه از خداش که 4 تا بمب بیفته در ایران تا بتونه رقبای خودش رو با قاطعیت از میدان سیاسی حذفش کنه این رو هفته پیش من این مقاله کوچک نوشتم سایت اماریون در ایران از حزب اللهیایی است که سابق از احمد نژاد حمایت میکرد یه مطلبی رو منتشر کرد این مطلب حدود 2 ساعت روی سایتشون بود بعد برداشتن اماریون در ایران هواداران سابق احمدی نژاد حزب اللهیایی هستن ولی دیگه هوادار احمدی نژاد نیستن نوشتن که اسنادی دارن خود جمهوری اسلامی میگه سیاوش عبستان نمیگه گفتن اسنادی دارن که احمدی نژاد وقتی رفته امریکا خودش غیر مستقیم یا مستقیم پیغام داده به اسرائیل که آقا 2 تا بمب بریز تو تهران ایرانی جای ما احتیاج داریم 2 تا بمب بریز یعنی چراغ سبز خودش شده به خاطر همین هم است که همه در ابتدا اومدن که این خطر رو بگن واقعا اسرائیل نمیتونه حمله کنه ولی احمدی نژاد طی نشستی که با هواداران خودش به طور محرمانه انجام داده بود که بعد اونها هم لو رفت اعلام کرده بود که تا 500 سال ما ضرر میکنیم اگه اسرائیل به ما حمله بکنه و این خطر حمله هست و غیره و غیره پس داشته باشید مهربان یاران که خطر جنگ هست اما سیاسیون هستن که میخوانش نه ملت ها و نه سازمان های اطلاعاتی و امنیتی زیرا که اگر ایران رو بزنن این جیش این سپاه قدس که یک سپاهی است که تروریست آمیزش داده تا 33 سال تروریست هاش از همه ملیت های دنیا هستن
داره وقت ما تموم میشه، نمیشه در موردش با هم صحبت بکنیم، اصلا تموم شد. در برنامه های بعدی یادتون نره. چای مای ما رو یادداشت بکنید، خواهش میکنم. همین ساعت همین روز برنامه پخش خواهد شد. من درود میفرستم به همه مهربان یاران، خصوصا خانم آمنه. میدونین آمنه چی گفته سامان جون؟ آمنه گفته من یه بچه تو آمریکا دارم، یه بچه توی اروپا. گفته اگه حمله بکنن منم، این کسی که شهید داده، گفته منم با یکی شهید دادم از نیروهای دیگه. گفته ولی میگم مرگ به آمریکا و فرانسه، چون میدونم اونا به ایران حمله نمیکنن و نمیخوان حمله کنن. بنیامین نتانیاهو اگه میخواست حمله کنه میکرد، مثل عراق و سوریه که زدن بعدن گفتن. میبوسمتون مهربان یاران، با همه شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر. به درود خدا نگهدار. سامان عزیز سپاسگزارم، خیلی ممنون، خدا نگهدار. از خون سیاووشم، هم خون سیاووشم، از خون سیاووشم، هم خون سیاووشم، از جام سفیدانم، هر جام نمی پوشم، از جام سفیدانم، هر جام نمی پوشم، هم ساری از ساریم. الان سیکس هاسپیتال هستن، در حال حاضر داریم صحبت میکنیم.